بچه ها کاراتونو برسین. بچه ها کاراتونو برسین، دارم میگیرم. بریم. با سلام خدمت بیننده های عزیز برنامه‌مون، با یه قسمت دیگه در خدمت شما هستیم. مهمون این برنامه همونطور که میدونین و میدونیم که خیلی مشتاقین، جرشای عزیزه. خب جرشا جان خیلی خوش اومدی. ممنون، مرسی. این شما و این بیننده ها. به نام خدا سلام، همین در خدمتم. آراستی مرسی عدوتتون و برنامه خوبتون. میدونی یادم بودا میخواستم کنم تنزش، فقط خب من جرشا هستم و همین. خیلی شوخ طبعی ظاهرن، نه شدید. خب باید جرشا صدات کنم یا به اسم کوچیک؟ فقط سعید. خب سعید بهم بگو رفت کجا اومد. سوال تره بوغیه، خسته نشدین از این سوال؟ بس که روتینه. اول واسه اعتراض بود، سیاپوستا میخوندن اینو، حتی بچه 5 سالم تو مرد با دوستاش میدونن. الانم مد شده بگن ایرانیه، بر تحویل اینا رو بده بره، برو توی اصل قضیه. با این تفاصیل باید 90% سوالامو من دور بندازم. بنداز، برو سراغ سوالای سخت. خب چی شد دفکن شدی؟ این سوال خوبیه. ولی نمیخوام مثل خیلی ها واسه دروغ درست کنم که بچگی با توپاک و بیگی بزرگ شدم. نه، یه دوره ای مود بودش اینجا فقط رپ خوندن، همین. منم پس خوندم، یه زمانی تفریح بوده توی برهه بش بگیم، ولی کم کم واسه مهم شده، شد کل زندگیم. بخ آشنایی با دهمو میتونی داشت بکنی؟ خب همونطوری که خودت الان با هم آشنا شدی. سوالمو با سوال جواب نده برام عمدن. خب ببین، آدم ها آشنا میشن حتی با سلام کردن. اول من سلام کردم، بعد سینا هم جواب سلام داد، قضیه رو وا میکنم. اگه دوست داری الان برات لاشو آره توضیح بده. همینقدر بگم، اون وقتا درست یادم وسطای خدمت بودم، تا یادم میاد تو زندگی فقط رپ مهم بود. نه واسه انتقال ندادم انگار، بس بهت خوب. اون موقع های 8-9 سالی بود، رپ میخوندم، فیلم و عکساش هم دارم که ببینی. دروغ نی. خب من نمیخوام بیشتر راجع به گذشته بهت بگم، ولی بدون واسه پیشرفت ذره بودم من به هر دری، ولی تشبیه دیدم آرزوام، شک کنمش، مردم شهر جا دوستاشم میکنن تردم. فقط اینجا بود رفتم خدمت، وقتی بریده بودم تو خدمت بدتر شکستم، طوری که تو رپ هرچی براش تلاش کرده بودم سال ها مرد. تو رپی که واسم مهم بود شد کانالا قف. اینجا با سینا آشنا شدم و خوب برش از یه ایده ناب گفت و خط فکریشو منتقل کرد بهم. ایده مال سینا بود، شکی نیست نابغه است، حتما منم عملیش کردم و پوشیدش دامه عمل. یه جرقه تفاوت تو این رپ روتین سعید جان. سعید. بله بله. یه جرقه تفاوت تو این رپ روتین. آره ریسکش هم بالا بود، ولی رفتیم یه کله تو رینگ. خیلی ها میپرسن وقتی میخونی رپ بومی چرا دنبالت کنم وقتی نمیفهمم متن موزیکو. خب همونطوری که وقتی یه موزیک غربی گوش میدن 90% نمیفهمم، ولی باش سر تکون میدن. البته اگه بخوایم بریم تو اصل خود داستان، دیگه الان هستیم تو اصل ارتباطات. اگرم خیلی مشتاقم بکنن جستجو تو گوگل معنی هر کلمه ای هم که بخوای شستروف تو روته، ولی مشکل اصلی از اونجا آب میخوره که مردم میگن بی خیال حال داری فکار بی خود. خلاصه گفتنی ها رو بهت گفتم داش کلا. یه لیوان آب لطفا. بیننده ها بریم سراغ بخش اصلی، ولی یه لحظه قبلش بریم اتاق فرمان برمیگردیم. کات. خب خسته نباشین. داداش ببخشید، سرویس پیداشیتون کجاست؟ آقا یه دقیقه راهنماییشون کنیم به سرویس فلان. ممنون، دست درد نکنه، من آروم بهت گفته بودم. حالا بریم. سیمه چجوریه فقط؟ بچه آماده این؟ بریم یه راست تو رینگ سر زبط؟ آره آماده این، بریم. صدا، دوربین، حرکت. دوباره در خدمتتونیم، با ادامه برنامه میخوام یه سوالی بپرسم که باعث جنجاله. خیلی ها دیس میکنم بیان تو دید، میگن که کلکل واسه موزیکه نه خیابونی. شنیدم که قضیه واسه یه تو فرق میکنه، شنیدم که سرت برای دوا درد میکنه. آره درست شنیدی. بله کات. چی شده؟ ظاهرا میکروفونت قطع شده. آقا سریعتر میکروفونو کن جفت جور. نه خب این سیمه همونه که اونجا. استبول نخور. بله. بریم دوباره از اول سر زبط. صدا، دوربین، حرکت. دوباره در خدمتتونیم، با ادامه برنامه میخوام یه سوالی بپرسم که باعث جنجاله. خیلی ها دیس میکنم بیان تو دید، میگن که کلکل واسه موزیکه نه خیابونی. شنیدم که قضیه واسه تو فرق میکنه، شنیدم که سرت برای دوا درد میکنه. آره درست شنیدی، جواب سوالتم که تو خود سوالت بود، فقط اینو توضیح بدم. من هر کی خواست آدرسمو اینجا دارم، بیان در خدمتشون هستیم. ماها مفید مفرح. خیلی ها میگم با پول اومدی. میگم الان همشو بد. پول کجا بود؟
بود من زیر پام پراد 92 خیلی مسخره است اینجا تا یکی میشه حمایت همه جلو صد میبنن جا دادن چراغ سبز خوب همینه بزرگای این داستان کسی رو حمایت نمیکنن به نظرم حق دارن مردمم جوری نقد میکنن کاراتو انگاری پروفسورای رپ دارن اصلا دهشا یعنی چی میدونی واقعا برای چی میخوای تتوی همه چی رو راحت دراری اینم از اون دکتراست که اگه سرچ میکردی میفهمیدی یه اسم اصیله به مازندرانی اگه معنیش هم میخوای میگم داستانو تروت یه جور القابه واسه پادشان و ملوک اینو همه میدونیم دهشا یه آرتیست جدیده ولی یه چی گفتی و میشم باپی چه قضیه تو گفتی 8 9 سالی بوده رپ میخوندی اگه لقب دهشا نبوده پس چی بودی سعید گارا ولی وقتی دهشا شدم گذشتم و دور انداختم خب این فضا سعید چرا تو کارات حرفای رکیک میزنی تعریفت ولی این حرفم تعریف نیست یعنی چی یه مدشور جدیدن که این تازه وارد و حرف فرنگ میزنن و همش راجب کار ما تز میدن ببین رفت قیابونیه من فقط واسه جوونا میخونم گوش در خانواده ها تنها معدبم که میشناسم لغمان بود نمیخوام پاپ بخونم که اصلا توپمام توست کات آقا چی شده تو بشم چه وضعشه یه خورده رعایت کن برادر من یه خورده رعایت کن خب ببین یه لحظه قاطی کردم واخه میدونی ولش کن حله باشه آماده این صدا دوربین حرکت قضیه اون ماسک تو ویدیو چیه که پیشته اون فقط ماسک نیست شخصیت دیو سپیده که یه شخصیت اساطیریه تو مازندران اگه بیشترم ازش توضیح میخوای دارم برات ولی منتقدا میگن فرق داره داستان این مازندران با اونی که اومد توی شاهنامه اگه شاهنامه رو بخونی توی بیتاش خوب ببینی اول به مازندران حمله کرد کیکاووس خلاصه بعد به دست دیو سپید شکست میخوره برام رستم خبردار میشه میاد کمک کیکاووس هفت خانش هم اونجا شروع میشه این داستانم همه بلدن اگه بهت بگم بیخوده اگه دقت کنی به قضیه قصه خوب میبینی کیکاووس خیمه زده بود پای اسپروز این کو مرد مازندران با ایران بود که میگن خیالیه ولی یه بحثی از میام توش ببین ما یه کو داریم سس ساری فکر کنم باشه اسم محلیش اسپرز شبیه اسپروز از اونجا که اون موقع رو تجم پل نداشت و دور مازندران هم که بود به کل فلات از نظر جغرافیا بگم داشت خلاصه اسپرز تنها رایی بود که میشد مال رو باشه خب ببین تو شاهنامه اومده اسپروز دروازه مازندرانه الانم که گفتم اسپرز میتونست اون موقعیت جغرافیایی داشته باشه و از جالبه که به سانسکریت اسپرز به معنی دست یافتن و نفوذ کردن هم است حالا بگذاریم ببین اگه کیکاووس پای اسپرز باشه اولین کسی که تعریف میشه مالک زمینای شرقی تجنه که میتونه ارباب پایین جنگل باشه که به سانسکریت میشه ادر جنگل دیو یا معاورش ادر جنگ دیو یا ارجنگ دیو خب وقتی رستم میاد توی شاهنامه پای کوه اسپرز سوسه چراغای ارجنگی رو میبینه خب خلاصه خیلی بیشترم دارم میخوای توضیح بدم نه بیخیال خلاصه بس حرف منتقدا رو نقد میکنی نه؟ آره باش بریم ادامه خب برنامه آینده و همکاریاتو بمیگی خلاصه سری؟ نه نمیخوام جواب بدم بی زحمت سوال بعدی باشه خب اشاره میکنن که وقت برنامه تمومه اگه حرف آخری داری باس بگی زود نه خدافظ همین نه اینو شوخی کردم ساختگی بود خب جا داره اخیلی یا تشکر کنم مثلا سینا حسین اشکان و جواد فقط یه نکته بگم و حرفامو تمام میکنم ببین بعد از هر چیزی که داری به بهترین نحو ممکن استفاده کنی و سعی کنی بهترین باشی این پیشنهاد من به همه است خدافظ خب جشن جان خیلی خوش اومدی ممنون که تشریف آوردی و بینندگان عزیز تا برنامه بعدی بدرود.